زن ایرانی در هر دو سوی دوربین نام برنامه است که هفته پیش مرکز مطالعات ایرانی روشن در دانشگاه مریلند و در بزرگداشت از زنان ایرانی برگزار کرد. در این برنامه با موضوع سینما دو هنرمند ایرانی در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کردند. یکی خانم نشاط که البته میدونید که ایشون دوربین رو در حقیقت تبدیل به آینه کردن، یعنی چون با نشون دادن خودشون در جلوی دوربین عکس‌های خودشون و تصویر خودشون توأم با خط نویسی و خطاطی ایرانی، در اول در زنان الله با خشونت، بعدها با اندکی فرهنگ که همینطور تو کارشون داره پیش میره. و خانم گراناز موسوی که کار زیاد کردن و کار رو با شاعری شروع کردن، در شعر دستی و نامی داشتن سالها و بعد به فیلم رو آوردن و فیلم‌های زیادی ساختن که موفق‌ترینش البته تهران من حراجه. از این دو بانوی پیشتاز ایرانی دعوت شد تا از تجربه های شخصی، چالش ها و دستاورد های این راه سخن بگویند. من وقتی به یه آرتیست تبدیل شدم که یاد گرفتم به درون خودم نگاه کنم. صادقانه ترین راه برای یه هنرمند اینه که گفتگوی کاملا شخصی از درون خودش با دنیای اطراف در مورد بحران های سیاسی و اجتماعی که گریبانگیر نوع بشر خلق کنه. من با داستان‌های صمد بهرنگی و اشعار احمد شاملو بزرگ شدم. 4 ساله بودم که در ایران انقلاب شد و انگار که هویت من هم در موجی از جمعیت و انقلاب و جنگ گم شد. شعار و کلمات یکی از ارکان مهم زندگی من و هم نسلان من شد. از وقتی که یادم میاد می نوشتم و بعدها هم به استفاده از شعر در فیلم سازی و برعکس، یعنی استفاده از تصویر در شعر، ذهنم رو به خودش مشغول کرد. تهران من حراج اولین فیلم بلنده گراناز موسوی است که موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستقل سال 2009 در استرالیا شد. این فیلم که به گفته ناصر تقوایی، سینماگر نامی ایرانی، آینه جامعه ایرانی است، از موضوعات اجتماعی سیاسی ایران امروز و نسلی در جستجوی آزادی میگوید. برای من هنر پیدا کردن ناشناخته هاست. میخواستم از فشار زندگی طبقه متوسط و تحصیل کرده بگم که بخش بزرگ و مهمی از جامعه هستن اما صداشون شنیده نمیشه. داستان 1001 شب هم زیباست اما من میخواستم از مردم تهران بگم. من دارم میرم سر کار. پامیشی وسایلشو اونجور میکنی. شیرین نشاط کارگردان فیلم زنان بدون مردان برگرفته از کتاب شهرنوش پارسیپور است که جایزه شیر نقره‌ای جشنواره ونیز را برای بهترین کارگردانی در سال 2009 به خود اختصاص داد. این فیلم شرایط ناگوار زنان ایرانی را در زمان کودتای 28 مرداد مورد بررسی قرار می‌دهد. تجربه من غربت بوده، افسردگی، تنهایی، دربدری، جستجو برای آزادی، امنیت و عشق. قسمتی از من قوی و کنترل کننده و محکمه و قسمت دیگه شکستنی و متزلزل و نامطمئن. من خیلی خوشحالم که یه زن هستم، چون جامعه به زن اجازه میده که شکستنی باشه. میتونم به عیبام اعتراف کنم، در صورتی که از مردا انتظار میره که همیشه قوی باشن. برنامه با نواختن پیانو توسط آریانا برکشلی پایان یافت. خانم برکشلی اولین قطعه را به سیمین بهبهانی، شاعر غزلسرای معاصر تقدیم کرد. وقتی که میبینیم که کسانی که خانمایی که ایرانی هستن و موفقن و فکر کنم که این رول مدلی خواهد بود برای نسلهای بعدی بیشتر. جنگل نقاشی مداد سبز تو نیست، بیهوده جیغ میکشی، تنها گنجشک ها فرار میکنن. شنیدن گراناز برای من نشون دهنده یک نسل تحصیل کرده و واقعا متفکر جوان ایرانیه که ما در نسل من واقعا کمیاب. به نظر میاد که هم یه حالتی خیلی ایرانی و شرقی هستم ولی به خاطر این تحصیلاتشون و آشناییشون با دنیای غرب یه اعتماد به نفس جدید دارن که ما نداشتیم. بنابراین این تغییر خیلی بزرگیه و میشه دید جلوی چشممونه. بگو من یک روز خاص رو نباید به زن اختصاص داد. تمام روز ها چه زن و واقعا زن ایرانی مایه افتخار همه ما بوده، به خصوص در طول اسلام.
تانیا دربند، صدای آمریکا، واشنگتن.